اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بحث ما در کتاب فلسفه سیاست از مفاهیم و کلیات بحث مثل مفهوم سیاست، مفهوم حکومت، مفهوم حاکمیت، خود مفهوم فلسفه سیاست و برخی از مباحث کلی در این زمینه شروع شد. بعد اومدیم سراغ بحث ضرورت حکومت، اینکه آیا اساساً حکومت ضرورت دارد یا ندارد. توضیح دادیم دلایل کسانی که معتقدند حکومت ضروری است و همچنین دلایل کسانی که منکر ضروری بودن حکومت هستند. بعد از اثبات ضرورت اصل حکومت به این بحث پرداختیم که چرا حکومت اسلامی ضروری است. دلایل ضرورت حکومت اسلامی رو هم عرض کردیم و خدمت شما عرض بکنم که بعد از در حقیقت دلایل ضرورت حکومت اسلامی گفتیم خب حالا که حکومت اسلامی ضروری است چرا همچنان باز دیده میشه که برخی از مسلمان‌ها یا اندیشمندان مسلمان باز هم با تشکیل حکومت اسلامی مخالفت میکنن، اونا چه دلیل دارن؟ ولذا دلایل مخالفت مخالفین حکومت اسلامی رو هم بحث کردیم که هر کدام دلایل خاص خودشون رو داشتن و هر یک از این دلایل رو صحبت کردیم در موردش و پاسخ و نقد اون دلایل رو هم عرض کردیم. در هر صورت با این مباحثی که گذشت اصل ضرورت تشکیل حکومت و حکومت اسلامی ثابت شد. بعد از اینکه ما میپذیریم که حکومت تشکیل بشود و لازم و ضروری است که حکومت تشکیل بشود، این بحث پیش میاد که حالا چه کسی باید حاکم بشود؟ اینکه چه کسی باید حاکم بشود یا مردم چه کسی را به عنوان حاکم قبول می‌کنند و ازش اطاعت می‌کنند، این بحث تحت عنوان بحث مشروعیت مطرح میشه که در حقیقت مشروعیت سخن از همین بحث داره که مردم از چه کسی و چرا اطاعت می‌کنند یا مردم از چه کسی باید اطاعت کنند یا چرا مردم باید از کسی که همچین ویژگی هایی دارد اطاعت بکنند. این بحث بحث مشروعیت هست که بحث بسیار مهمی است و پایه اصلی در حقیقت هر نظام سیاسی است که اون نظام سیاسی خودش رو بر اساس اون پایه تعریف میکنه و موجه جلوه میده. بحث مشروعیت همانند بحث‌های دیگه خب باید بر اساس شناخت مفهوم مشروعیت آغاز بشه. مشروعیت از لحاظ لغوی ریشش کلمه شرع هست به معنای قانون. مشروعیت از لحاظ لغوی ریشش شرع هست به معنای قانون نه شریعت. مشروعیت از شریعت به معنای دین نیومده بلکه از شرع به معنای قانون گرفته شده. ولذا سخن از مشروعیت حکومت یا مشروعیت حاکم یک بحث لزوماً دینی نیست. این گونه نیست که اگر ما قائل به دین و شریعت باشیم اون وقت بیاییم سخن از مشروعیت بکنیم، یا هر کی که داره سخن از مشروعیت میکنه حتما قائل به یک نوع شریعت خاصی هست. نه، مشروعیت از شرع به معنای قانون گرفته شده و لذا از لحاظ لغوی به معنای قانونی بودن است. البته در خود چون واژه مشروعیت در ادبیات سیاسی در
انگلیسی هم از واژه legitimacy گرفته شده. واژه legitimacy هم به اصطلاح به معنای قانونی بودن است، هم به معنای حق بودن هست. در هر صورت از لحاظ لغوی این معنای مشروعیتی که عمدتاً به معنای قانونی بودنه، اما از لحاظ اصطلاحی مشروعیت در ادبیات های مختلف یا در علوم مختلف به معانی مختلف به کار رفته. یه موقع در نگاه جامعه شناسی ما مشروعیت رو بحث میکنیم، مشروعیت در اصطلاح جامعه شناسی ناظر به این بحث هست که شما در علم جامعه شناسی میاید جامعه رو مطالعه میکنید، ولذا در بحث مشروعیت وقتی میخواید در فضای جامعه شناسی از مشروعیت صحبت کنید، اینجا سخن از اینه که مردم یک جامعه چرا از حاکم اطاعت می کنند، یا مردم یک جامعه از چه حاکمی اطاعت می کنند، یا چه حاکمی مورد قبول مردم یک جامعه است که مردم اطاعت از اون رو برای خودشون لازم می دونند. ولذا ما میایم در حقیقت مطالعه میکنیم جوامع مختلف رو، ببینیم چی میشه که مردم از این حاکمیت اطاعت میکنن، چرا مردم از این حاکم اومدن اطاعت کردن. ولذا یک بحث جامعه شناختی است، یعنی یک فضای بیرونی و عینی در یک جامعه رو میایم چیکار میکنیم؟ مطالعه میکنیم. بنابراین تو جامعه شناسی از این صحبت میشه. در مقابلش در فلسفه سیاست که نگاه فلسفی به بحث مشروعیت داریم، اینجا وقتی بحث مشروعیت مطرح میشه سخن از اینه که مردم از چه حاکمی عقلن باید اطاعت کنند، اینجا میگیم مردم از چه حاکمی عقلن باید اطاعت کنند، اینجا میگیم مردم از چه حاکمی اطاعت میکنند، چرا مردم از فلان حاکم اطاعت کردند، اینجا میگیم عقلن، عقل حکم میکنه که حاکم چه کسی باشد و مردم از چه کسی باید و موظفند اطاعت کنند. اینجا میایم یک اتفاق بیرونی رو مورد مطالعه قرار میدیم در فلان جامعه، مردم چرا از این حاکم اطاعت کردند، چی توش دیدند. ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. اینجا میگیم اگه ما باشیم و یه حکومت مطلوب، چه کسی حق دارد حاکم بشود و مردم باید عقلن از او اطاعت کنند. پس اینجا میاییم یک جامعه رو مورد مطالعه قرار میدیم که مردم الان از کی دارن اطاعت میکنن و به چه دلیل. اینجا میخواییم یه سخن کلی و کلانی بحث بکنیم که عقلن چه کسی بهترین حاکم است و مردم باید از او اطاعت کنند. ولذا این دو اصطلاح، یعنی مشروعیت در جامعه شناختی با مشروعیت در فلسفه، با هم متفاوت. در بحث مشروعیت در جامعه شناسی اومدن مطالعه کردن که در جوامع مختلف مردم از چه کسانی اطاعت می کنند،
یا چه حاکمی مورد قبول مردم قرار میگیرد در جوامع مختلف؟ یکی از کسانی که مطالعه گسترده در این زمینه انجام داده و اومده در حقیقت از لحاظ جامعه شناختی بحث کرده آقای ماکس وبر هست. ماکس وبر میگه وقتی مطالعه میکنیم جوامع رو از لحاظ مشروعیت و اینکه مردم چرا از یک حاکم اطاعت میکنند در جوامع مختلف به چند تا مدل و نظر میرسیم. یک، بحث سنت هست. ماکس وبر میگه در خیلی از جوامع مردم بر اساس سنت و آداب و رسوم حاکم در جامعهشون از یه حاکم اطاعت میکنن. یه جایی سنت و رسم در جامعه اینه که آدمای ریش سفید و مسن بشن حاکم. مردم اینو قبول کردن به معنی سنت. ولذا همیشه رسم بر اینه که اگر حاکم فوت کرد یا از دنیا رفت، حاکم بعدی باید اون مسنتر و با تجربه ترین فرد اون جامعه باشه. اصطلاحاً بهش میگن شیخوخیت. شیخ در عربی یعنی پیر. شیخوخیت یعنی پیری ملاک باشه. ولذا در خیلی از جوامع رسم و سنت بر اینه که حاکم مسنترین فرد جامعه باشه. دیگه حالا کاری ندارن این آدم مثلا ویژگی هاش چیه، اخلاقش چیه، روحیاتش چیه، خود به خود میرن سراغ. گاهی سنت و رسم جامعه بر اینه که حکومت موروثی باشه. مردم این سنت رو پذیرفتن که حکومت چی باشه؟ موروثی باشه. حاکم وقتی فوت میکنه میگن حکومت مثل اموالش ارث میرسه به کی؟ به فرزندانش. و مردم اینو پذیرفتند که در حقیقت باید مردم معتقدند از کسی باید اطاعت کنن که فرزند حاکم قبلی باشه. ولذا بازم دیگه کار ندارن این فرزند این حاکم حالا چه ویژگی هایی داره، لایق هست، لایق نیست، توانمندی داره، نداره. همین که فرزند اونه کافیه که مردم قبولش بکنن به عنوان حاکم. و گاهی نگاه های نژادی وجود داشته، مثلا فلان نژاد نژاد برتر است، یا فلان قوم قوم برتر است، یا فلان خانواده خانواده برتر است. تو این مثلا کشور این قبیله قبیله برتر، حاکم همیشه باید از این قبیله انتخاب بشه. و سنت های مختلف که حتی در برخی از حکومت های قدیم نگاه های خدمت شما عرض بکنم که جنسیتی هم بوده. مثلا در برخی از جوامع مرسوم بوده که حاکم حتما کی باشه؟ زن باشه. در برخی جوامع مرسومی که حتما باید مرد باشه. اینا چیزایی که بر اساس سنت و آداب و رسوم مردم میان قبول میکنن حاکمیت یا حاکم رو و معتقدن که مثلا چون این فرزند حاکم قبلی است پس ما ازش اطاعت میکنیم، چون این ریش سفید تره ازش اطاعت میکنیم، چون این از فلان نژاده پس ما ازش اطاعت میکنیم. ولذا سنت عامله اینه که مردم یک جامعه از یک حاکمی اطاعت کنند. معیار دومی که ماکس وبر مطرح میکنه عقلانی قانونی است. میگه در بعضی از جوامع وقتی شما مراجعه میکنید و این سوال رو مطرح میکنید که مردم این جامعه چرا از این حاکم اطاعت میکنند، میبینید علتش اینه که انتخابات برگزار کردن و مردم اکثریت به این حاکم چه کردن؟ رأی دادن. ولذا ماکس وبر میگه خب این یک عقلانیتی پشت سر این اطاعت هست، عقلانیت مبتنی بر قانون، مبتنی بر عقلانیت که در حقیقت اومدن فکر کردن گفتن آقا هر کسی که رأی اکثریت بیشتر داشته باشد و در این انتخابات رأی بیاورد ما اش اطاعت میکنیم. ولذا میگه بر اساس یه عقلانیتی اومدن این رو پذیرفتن. در هر صورت در برخی از جوامع و
وقتی بررسی میکنیم که مردم چرا از یه حاکم اطاعت کردن، میبینیم علتش اینه که انتخابات برگزار شده. یا حالا اونجا ریستفیدی و موروثی و این حرفا دیگه نیست. انتخابات و قانون نیست که در حقیقت بر اساس اون قانون انتخابات مردم اومدن رأی دادن. و سومین معیاری که ماکس وبر مطرح میکنه، میگه برخی از جوامعم وقتی مطالعه میکنید که مردم چرا از حاکم اطاعت کردند، ایشون میگه برمیگرده به ویژگی های شخصیتی حاکم، جذابیت های شخصیتی که اصطلاحا بهش میگه چی؟ کاریزما یا مشروعیت کاریزماتیک یا رهبری کاریزماتیک. اینجا در حقیقت ماکس وبر میگه که در برخی از جوامع وقتی شما مراجعه میکنید ببینید مردم برای چی این حاکم رو قبولش کردن، ببینید علتش جذابیت های شخصیتی این حاکم بوده. مثلا یه آدم خیلی خوشبیانی بوده، گاهی دیدید تعبیر میکنم میگن فلانی سحر در بیان داره، انقدر قشنگ صحبت میکنه اصلا خود به خود شما اصلا قانع میشی از حرفش، به دلیل اون بیان قوی. استدلال ممکنه پشتش نباشه ها، انقدر بیان قوی و جذابی داره خود به خود آدم رو جذب میکنه. حتی گاهی این پیش میاد به خاطر مثلا خوش تیپی طرف، مردم قبولش میکنن به عنوان حاکم. تو همین انتخابات های چیزی هم اتفاق میفته دیگه، یعنی صرفاً به خاطر خوشتیپ بودنش مردم میان بهش رأی میدن. خدمت شما عرض کنم، یا گاهی مثلا اون شجاعت و جسوری فرد باعث میشه که مثلا احساس کنن نه این دیگه خیلی آدم به درد بخوریه. در هر صورت جذابیت های شخصیتی، ولذا در مشروعیت کاریزماتیک یه مشروعیتی بر اساس عواطف و انگیزه های عاطفیه. یعنی مردم دیگه خیلی عقلانیت در بحث کاریزما وجود نداره، اون احساسات و عواطفی که باعث میشه که جذابیت های شخصیتی فرد رو عواطف مردم اثر بذاره و او رو عنوان حاکم بپذیرن. اینا در حقیقت انواع مشروعیت جامعه شناختی است که در مطالعه جوامع مختلف به دست اومده، که توی جامعه سنت ها به شکل های مختلف، توی جامعه بحث قانون معیار شده، توی جامعه بحث کاریزما یا جذابیت های شخصیتی است. که البته آقای ماکس وبر بحث پذیرش انبیاء به عنوان رهبران جامعه رو هم یه نگاه کاریزماتیک معرفی میکنه. یا همینجا بد نیست این نکته هم عرض بکنیم، بعضی اومدن رهبری امام در انقلاب رو باز با همین نگاه کاریزماتیک تحلیل کردن و این تحلیل ناقصی است و حتی نادرست. اینو باید دقت بکنیم. شما وقتی تحلیل رهبری امام رو بر اساس نگاه کاریزما تحلیل کردین، یعنی مردم بر اساس فضای عاطفی و جوگیر شدن سراغ امام رفتن، در حالی که واقعیت اینه که اصل این که مردم دنبال امام رفتن یه عقلانیتی پشتش خوابیده بود. مردم مثلا اعتقاد داشتن امام مرجع تقلیده، حتی نائب امام زمانه، او حکم داده که امروز واجبه بریزید تو خیابون‌ها، او حکم داده اگه کشته بشید شهیدید، خیالتون راحت بیاید، و او میگه امروز تقیه حرامه، واجبه هر کس میتونه قیام کنه و مردم بر اساس واجب شرعی اومدن. بله ممکنه باشن افرادی و بودن هم افرادی که احساساتی شدن و جوگیر شدن اومدن، و البته خیلی از اینا بعد از یه مدتی سرد میشن، اما عمده کسانی که پشت سر امام اومدند، نه تنها امام، شما در رهبران قبلی هم نگاه بکنید اینطوریه،
مثلا خود میرزا شیرازی وقتی که حکم تحریم تنباکو رو میده و مردم تبعیت میکنن و تبعیتش هم خیلی گسترده است، انقدر گسترده است که انگلیسی ها اصلا تعجب کردن. در برخی از اسناد و گزارش های انگلیسی ها این اومده که میرزا شیرازی امروز حکم صادر کرد، کجا؟ در سامر را. مردم تو ایرانن، تو ایران به خاطر قرار داده به اصطلاح رژی که بحث خرید و فروش و امتیاز خرید و فروش تنباکو هست، مردم اعتراض کردن، تو خیابونا ریختن، با حکومت درگیر شدن، موفق نشدند. نامه ها رفته سمت میرزا شیرازی و میرزا شیرازی هم خودش با حکومت نامه نگاری هایی کرده، او هم نتونست شاه رو قانع کنه، قرارداد رو لغو کنه، نهایت ایشون حکم میده، حکم به نوعی تحریم تنباکو رو صادر میکنه. و انگلیسی ها میگن در سامرا میرزا امروز حکم داد، فردا تو ایران حکم توزیع شد، پس فردا یعنی روز سوم احدی در ایران تنباکو نکشید. و گستردگی حکم خیلی عجیب بوده. حتی نقل شده که در خود دربار ناصرالدین شاه هم قلون ها جمع شد. منتها ببینید علت این استقبال گسترده مردم چی بوده؟ خوب دقت کنید. مثلا در خود دربار ناصرالدین شاه که قلیون ها جمع شد، نقل شده دیگه، ناصرالدین شاه درخواست قلیون کرد که براش قلیون بیارن، گفتن آقا قلیون همه جمع شده. گفت کی جمع کرده؟ گفتن همسر خودت انیس‌الدوله که سوگلی ناصرالدین شاه هم بود، یعنی تو همسرانش همسر اصلیش بود. گفتن انیس‌الدوله دستور داده جمع شده، جمع بشه. انیس‌الدوله رو خواست، گفت چرا قلیون ها رو جمع کردی؟ گفت حرام شده. گفت کی حرام کرده؟ گفت همونی که منو به تو حلال کرده. ببینید این عقلانیت پشتش خوابیده. میگه میرزای شیرازی به عنوان مرجع تقلید یه روزی میگه که تو و زن و مرد نامحرم با یک خطبه عقد هم محرم میشید، حلال میشید. همین میرزا امروز میگه تنباکو چیه؟ حرامه. پس هرچی میرزا گفت حلاله ما گوش میکنیم، هرچی هم گفت حرامه گوش میکنیم. این ناصرالدین شاه چی بگه؟ بگه غلط کرد، حلال کرد. یا حتی نقل شده، ببین طرف بر اساس یه محاسبه عقلانی داره این کارو میکنه. در تاریخ نقل شده که عرق خورها و اوباش عرق میخوردند اما تنباکو نمیکشیدند. یعنی تنباکو رو بدتر از عرق خوردن میدونستن. بعد بهشون میگفتن که آخه آقا تنباکو که حلال بود، میدونی من میرزا فعلا به خاطر این قرارداد موقتا حرام کرده، تو عرقی که از اول حرام بوده رو میخوری، تنباکویی که فعلا میرزا موقتا حرام کرده نمیکشی. چی جواب میده؟ ببینید یه عقلانیتی پشت قضیه خوابیده. حتی ممکنه استدلال عقلانیش هم درست نباشه ها، ولی خودش فرضش اینه که داره دلیل میاره. میگه که عرق را میخورم به امید شفاعت صاحب الزمان، تنباکو را به چه امیدی بکشم؟ چرا؟ چون میرزا فرموده بود الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم محاربه با امام زمان است. این میگه من عرق میخورم میتونم توبه کنم، میتونم بگم امام زمان تو شفیع من بشو، اما نمیتونم برم با امام زمان بجنگم بعد میگم حالا شفیع منم باش. دیگه من انقدر آدم بدی نشدم که به جنگ با امام زمان برم؟ نه دیگه، انقدر آدم بدی نیستم. خب ببینید با یه نگاه عوامانه خودش که این به این معنا نیست البته که حالا مثلا لزوماً تنباکو از عرق خوردن بدتر است، ولی او داره با تحلیل خودش، با تحت فهم خودش داره استدلال میکنه. یعنی میخوام بگم که احساسات نیست، عواطف نیست، جوگیر شدن نیست، دلیلی پشتش خوابیده. بنابراین رهبری میرزا شیرازی در تنباکو، اصلا میرزا شیرازی مردم ندیدنش، او تو سامر راست، اینا اینجا هن.
صداشو نشنیدن، ولی حکم شرعی داده. این پایبندی به حکم شرعی که برای من متدین بر اساس یک عقلانیتی شکل گرفته باعث میشه که من اینجا تبعیت کنم. ولذا میرزای شیرازی میره در زمان مشروطیت، آخوند خراسانی میاد حکم جهاد میده یا شرعن مردم رو موظف میکنه که کسروی در کتابش میگه ستارخان و باقرخان به اعتبار فتاوای علمای نجف پا در عرصه مشروطیت نهادن. ستارخان دائما میگفت که میروم که حکم علمای نجف را اجرا کنم. خب میرزای شیرازی میره، آخوند خراسانی میاد، بازم این رهبری و این سیادت باقی است. میاد توی مثلا فرض بکنید که در به اصطلاح نهضت ملی شورای نفع، آیت الله کاشانی و علمای اون دوره حکم یا فتوا میدن برای لزوم ملی شورای نفع و ریختن مردم تو خیابون ها. اون میره، امام میاد رهبر به عهده میگیره، امام میرن مقام معظم رهبری میاد، فرقی نداره. کاریزماتیک اگه بود باید مردم وابسته به اون شخص میشدند، اما یه مبنایی به نام ولایت فقیه یا نیابت فقیه از امام زمان علیه السلام وجود داره که مردم به این داستان اعتقاد دارن و بر اساس این اعتقاد هر کی در این جایگاه قرار بگیره از او چیکار میکنن؟ اطاعت میکنن. پس این کاریزما نیست. بله، حالا البته این ولی فقیه و این نائب امام زمان اگر جذابیت های شخصیتی هم داشته باشه تبعیت از او دوچندان خواهد شد، اثر میذاره، بی تأثیر نیست. اما این که ملاک تبعیت او خوش بیان بودن و خوش دید بودن و او صرف شجاع بودنه، لزوماً این نیست. بلکه خیلی بودن آدم های خوش بیان تر، آدم های شجاع تر، آدم های خوش دید تر و با جذابیت های بیشتری که در زمان انقلاب در حقیقت دنبال مبارزه بودند، دنبال رهبری بودند، ولی مردم امام رو قبول کردند. بنابراین این نگاه کاریزماتیک رو باید دقت بکنیم که انحراف نریم در این بحث، در تحلیل علت تبعیت مردم از رهبران دینی دچار این اشتباه نشیم. این در حقیقت مشروعیت در نگاه جامعه شناختی است که ناظر به اینه که مردم چرا، مردم این جامعه چرا اینو قبولش دارن، چرا ازش اطاعت میکنند. تو مشروعیت جامعه شناختی چند تا نکته هست. ما وقتی مشروعیت جامعه شناختی رو پذیرفتیم، مشروعیت جامعه شناختی نسبت مستقیم با کارآمدی داره. مردم هر چقدر حکومت و نظام سیاسی رو کارآمدتر بدانند، حاکمش رو بیشتر قبول دارن و بیشتر ازش حمایت میکنن. و بالعکسش، مردم هر چقدر احساس بکنن حکومت کارآمد نیست، حمایتش از حکومت و اطاعتش از حکومت چی میشه؟ پایین میاد. ولذا در مشروعیت جامعه شناختی کارآمدی به معنای توفیق حکومت در دستیابی به اون اهداف در میزان مشروعیت حکومت چیه؟ تاثیرگذاره. هر چقدر کارآمدتر، مشروعیت جامعه شناختیش بیشتر، یعنی درصدی از مردم که از او اطاعت میکنند بالاتر میره. هر چقدر کارآمدی بیاد پایین، این مشروعیت چی میشه؟ پایین تر میاد. پس اولا بین مشروعیت جامعه شناختی و کارآمدی رابطه مستقیم برقراره. هر چه کارآمدی بالاتر، مشروعیت هم بالاتر و بالعکس. و ثانیا مشروعیت جامعه شناختی تشکیکی میشه، یعنی مردم ممکنه 20% از یک حاکمی اطاعت کنند، یه روز ممکنه 30%، یه روز ممکنه 40%، یه روز 70%، یه روز 80%، یه روز 90%. بنابراین مشروعیت جامعه شناختی هم رابطه مستقیم با کارآمدی دارد، هم تشکیکی است، و هم اینکه در حقیقت مشروعیت جامعه شناختی
همان مقبولیت است. ما وقتی میگیم مردم یک جامعه چرا از یک حاکمی اطاعت میکنند، یعنی میخوام ببینیم مردم یک جامعه چرا این حاکم رو قبولش دارند. وقتی میگیم این حاکم مشروعیت جامعه شناختی دارد، یعنی مورد قبول مردم هست. ولذا وقتی از مشروعیت در نگاه جامعه شناختی صحبت میکنیم، میگیم فلان حاکم دیگه مشروعیتش از دست داده، یعنی دیگه مردم خیلی قبولش ندارد. میگن آقا ترامپ دیگه مثلا مشروعیتش از دست داده، یعنی مردم دیگه خیلی قبولش ندارن. یا میگن ترامپ یا فلان رئیس جمهور مشروعیت بالایی داره، یعنی تعداد زیادی از مردم تابعش هستند. در مقام خارج داریم صحبت میکنیم. پس تو بحث‌های جامعه شناسی داریم از مقام خارج ما گزارش میدیم که در این جامعه چقدر مردم حاکم را قبول دارند و به چه دلیل دارن از او اطاعت میکنند. الان دارن از این حاکم چقدر اطاعت میکنن و چرا اطاعت میکنن. این میشه مشروعیت جامعه شناختی. اما مشروعیت از نگاه فلسفی که در بحث فلسفه سیاست مطرح میشه، بحث سر اینه که، یعنی در حقیقت سوال اینه که مردم از چه کسی باید اطاعت کنند. ما یه موقع میایم تو جامعه می‌بینیم مردم از کی دارند اطاعت می‌کنند، یه موقع میگیم عقلاً مردم از کی باید اطاعت بکنند. ولذا تو مشروعیت جامعه شناختی ما داریم سخن از حقانیت می‌کنیم. در مشروعیت فلسفی ما داریم سخن از حقانیت می‌کنیم، یعنی کی حق داره که حاکم بشه و مردم باید از او اطاعت کنند. و چون در نگاه فلسفی با روش عقلی داریم بحث میکنیم، ولذا در فلسفه سیاست میگیم مردم عقلا از چه کسی باید اطاعت کنن. ما وقتی نگاه میکنیم میخوایم استدلال بکنیم از لحاظ عقلی، عقل حکم میکنه که بهترین کس برای اطاعت کیست. عقل چه کسی رو شایسته ترین فرد برای حکومت میداند که مردم هم موظف باشن از او چیکار کنند؟ اطاعت کنند. ببینید وقتی که ما ضرورت حکومت رو ثابت میکنیم، حکومت هم در مفهومش و هم در واقعیت خارجی توش الزام خوابیده. یعنی یکی از بحث‌های جدی در بحث فلسفه سیاست بحث الزام سیاسی است. یعنی حکومت میاد قوانینی رو وضع میکنه و بر اساس اون قوانین مردم رو ملزم میکنه که یه سری چیزها رو انجام بدهند و یک سری کارها رو انجام ندهند. حالا منشأ این که این به قدرت رسیده و به خودش حق میده که این کار رو بکنه، یا ما میگیم حق داره که قانون حاکم بشه و الزام کنه، چیه؟ در هر صورت وقتی حاکم شد، چه مردمی که حقانیت او را قبول داشته باشند چه مردمی که حقانیت او را قبول ندارند، موظفن قانونش رو رعایت کنند. شما الان تو هر کشوری وارد بشی شما رأی ندادید، شما ممکن اصلا او حاکم رو بدترین حاکم بدونید، ولی وقتی وارد یک کشور میشید مجبورید قانونش رو رعایت کنید. مردمی که به رئیس جمهور رأی ندادن مجبورن قانونی که او داره وضع میکنه رو رعایت کنن. چون حکومت توش الزام خوابیده و حاکم وقتی حاکم شد حق داره که الزام کنه و مردم همینو قبول میکنن، یعنی قبول دارن اگه کسی حاکم شد دیگه نمیشه بگی آقا یه عده میتونن حرف این حاکم رو گوش کنن یه عده میتونن گوش نکنن. اصلا یادتون باشه گفتیم یکی از دلایل ضرورت حکومت بحث تعارض و چالش هایی است که تو جامعه پدید میاد و اتفاقا حاکم میخواد بیاد این با قانونش این تعارضها و چالشها رو حل کنه. حالا اگه بگیم هر کی دلش خواست اطاعت کنه، هر کی دلش نخواست اطاعت نکنه، مثلا نقض غرض میشه. یعنی اون فلسفه‌ای که براش حکومت تشکیل شد عملا محقق نمیشه. بنابراین
همه اونایی که قائل به ضرورت تشکیل حکومت هستند معتقدن که اگه حاکم حاکم شد دیگه همه باید چیکار کنن؟ اطاعت کنن. همه معتقدن که باید به حاکم اختیارات داد. شما نمیتونی بگی آقا جامعه به دلیل زندگی اجتماعی و محدود منابع مردم دائما در حال چالش و تعارضند، هر کی میخواد بهترین محل تدریس برای او باشه، بهترین محل تحصیل برای او باشه، بهترین محل سکونت برای او باشه، بیشترین منابع مادی در اختیار او باشه، خب مردم به چالش میفتن. برای اینکه حل کنیم میایم قانون میذاریم. آقا کسی که این حد از نمره رو آورد میتونه در بهترین محل تحصیل تحصیل کنه. کسی که این ویژگی ها رو داشت میتونه در بهترین دانشگاه یا بهترین حوزه علمی استاد بشه. کسی که این ویژگی ها رو داشت میتونه مالک بشه و مثلا این بخش از معدن رو مالک بشه. قانون میذاریم براش. وقتی حکومت قانون گذاشت همه باید تابع اون قانون باشن. ولذا این طبیعی است و عقلی است که اگه ضرورت حکومت رو پذیرفتیم باید به حاکم اختیارات بدیم تا بتونه قانون وضع کنه. اگه به حاکم اختیار ندادید که کسی که از قانون تخلف کرد رو مجازات کنه، قانون هیچ فایده ای نداره، چون خیلی ها گوش نمی کنن. و وقتی هم دیدن گوش نکردن و قانون رو اطاعت نکردن، هیچ مجازاتی در پی نداشت، خب همه بی خیال قانون میشن. زمانی قانون میتونه ضمانت اجرا داشته باشه که شما برای عدم رعایت قانون یه پیامدهایی در نظر بگیرید، و زمان این پیامدها فایده داره که عملی بشود، و زمانی عملی میشود که به حاکم اختیار این مجازات و تنبیه ها رو بدی، به حاکم اجازه بدی جریمه کنه متخلف از قانون راهنمایی رو، به حاکم اجازه بدی توقیف کنه ماشین آدمی رو که تخلف کرده، به حاکم اجازه بدی اگر جریمش رو پرداخت نکرد حق داشته باشی حسابشو مثلا ببندی، دارید مالش تصرف میکنی، یا اجازه بهش ندی ماشینشو دیگه خرید و فروش بکنه. آقا مال خودشو میخواد ماشینشو بفروشه، نظام میگه من اجازه نمیدم. ماشین خودشو داره تو جاده میره، حقشه، نظامی ماشینو متوقف میکنیم که تا جریمتو نهی نمیذارم دو قدم جلو تبری ماشینت میره پارکینگ. خب دارید به حاکم اختیار فوق‌العاده میدید، یعنی به حاکم اجازه میدید در مال شخصی مردم هم تصرف کنه یا مانع تصرف شخصی مردم در مالشون بشه، و این تو همه حکومت‌ها هست و این اصلا خاصیت حکومته، لازمه حکومت. پس شما اگر ضرورت حکومت رو به خاطر ایجاد نظم و امنیت، به خاطر تحقق اون اهدافی که گفتیم تو دلایل حکومت هست، به خاطر رفع تعارضها ضرورت حکومت رو ثابت کردی، برای اینکه این حکومت بتونه اون اهدافش رو محقق بکنه باید بهش اختیارات لازم رو بدی، و وقتی میخوای اختیارات لازم رو بدی اختیارات باید فوق العاده باشه، یعنی فوق اختیارات عادی که همه دارند باشه. من الان تو خیابون دارم میرم، میبینم یه ماشینی چراغ قرمز رد کرد رفت. تو جاده دارم میرم، میبینم یه ماشینی بیش از سرعت مجاز داره میره. نهایتا میتونم بهش تذکر بدم. آقا چرا قانون زیپا گذاشتی؟ ممکنه اون بگه به تو چه؟ بچه بره. حتی ممکنه وایسی بیاد یقه منم بگیره. اما وقتی پلیس بهش بگه که چرا رد کردی؟ نجرأت میکنه بگه به تو چه؟ یا مجبور ازش در بره؟ یا بیاد پایین التماسش بکنه، یا هم بیاد جریمه شون بچه آدم پرداخت بکنه. ولذا وقتی پلیس میاد به یکی اشکال میکنه که چرا قانون رو زیر پا گذاشتی، ذهن مردم اینه که این چون پلیسه حق داره به من اعتراض کنه، ولی خیلی اوقات میگن تو که مسئول نیستی که. نهایتا هم خیلی به شما حق بدن، حق تذکر به شما میدن دیگه، شما حق نداری که بگی پس ماشینت پیاده شو، حالا که سرعت قرمز رفتی دیگه حق نداری ادامه مسیر بدی. برای شما، من و شما چنین حقی مردم قائل نیستن، ولی برای فردوس قائلن. چرا؟ چون میگن پلیسه، مأمور حکومته.
بنابراین خاصیت حکومت اینه که حق الزاماتی رو داشته باشه. حالا این الزامات گاهی الزام ایجابی است، میگه باید مالیات بدی، باید اینجا جریمه بدی، یا موقع الزامات سلبی است، این خیابون ورود ممنوعه، حق نداری بری، این کالا رو حق نداری وارد کنی، این کالا رو حق نداری صادر کنی. این به اصطلاح الزامات، الزاماتیه که کسی که ضرورت حکومت رو بپذیره، این الزامات هم خود به خود باید بپذیره و عقلا هم میپذیره و اختیارات فوق العاده برای حاکم رو هم میپذیره، که لازمه اختیارات فوق العاده برای حاکم تصرف یا منع تصرف در اموال شخصی است بعضی جاها، و یه جاهایی هم حق تصرف در اموال عمومی است. اما کشورهایی که مثلا نفتی هستن همه میگن خب حالا این نفت رو چجوری باید خرجش کنیم؟ میگن دولت باید بیاد تصمیم بگیره که چجوری خرجش کنه. مالیات رو دولت میگیره و او تصمیم میگیره که حالا مالیاتی که گرفت چقدرش بره تو بخش آموزش، چقدرش بره تو بخش مثلا ورزش، چقدرش بره تو بودجه نظامی، چقدرش بره بودجه سیاست خارجی، چقدر بره تو بهداشت و درمان. پول عمومیه ها، ولی مردم این حق رو به دولت میدن و میگن کار دولتی که این پول عمومی رو بر اساس مصلحت عمومی جامعه بیاد بودجه بندی کنه. و ازا اختیار اموال عمومی توی همه دنیا در اختیار کیه؟ حاکمانه و کشورهاست. حالا اینکه حاکمی درست و خوب این کار رو انجام میده یا بد انجام میده بحث دیگری است. ولی وقتی ما حکومت رو پذیرفتیم، اختیارات فوق العاده بر حکومت هم میپذیریم که لازمش حق تصرف در اموال عمومی و گاهی اموال شخصی و گاهی منع تصرف در اموال شخصی است. مقدمه این میخوایم قرار بدیم که اگر حکومت رو پذیرفتیم پس بعد اختیارات فوق العاده هم براش بپذیریم، درسته؟ اگه درست نیست بگی درست نیستا، بگی نه میشه حکومت رو پذیرفت بدون اختیارات فوق العاده، نمیشه واقعا. وقتی اختیارات فوق العاده رو پذیرفتی و معنای اختیارات فوق العاده حق تصرف در اموال عمومی یا حتی حق تصرف در اموال شخصی، مثل که مثلا من وقتی کارمند دولت میشم ماهی مثلا 5 میلیون تومان حقوق کارمنده، 4 میلیون تومان حقوق کارمنده، دولت میاد وضع میکنه میگه شما 10% باید مالیات بدی. خیلی جالبه، 4 میلیون به حساب شما نمیاد بعد 400,000 تومانش کم بشه. قبل اینکه 4 میلیون به حساب شما بیاد، اول 400,000 تومانش میره به حساب اداره مالیات، بعد 3,600 میاد به حساب شما. در حالی که حقوق شما، فیش شما نمیشه 4 میلیون. قاعدش اینه که این 4 میلیون مال شماست، شما کار کردی، حق تصرف این 4 میلیون مال شماست. حالا دولت میخواد مالیات بگیره، شما باید اجازه بدی که از شما مالیات برداری یا بر نداره. نه تنها ازت اجازه نمیگیره، اصلا نمیذاره پول به حسابت بیاد. هیچ کس هم به اصل این کار اعتراض نداره تو دنیا. هیچ که نمیگه چرا دولت ها مالیات میگیرند، چون همه میدونن اداره حکومت خرج داره، طبیعیه که مردم باید مالیات بدن. اشکالات مردم اینه که چرا مالیات کمه یا زیاده، یا چرا مالیات درست برای مردم خرج نمیشود، یا مثلا چرا عادلانه گرفته نمیشود. ولی کسی در اصل این که دولت حق دارد مالیات بگیرد و الزام کند و تصرف کند شک نداره. خب این تصرف وقتی ثابت شد و این اتفاق ثابت شد، اون وقت سوال پیش میاد کیه که شایسته چنین مقامی است که این اختیارات فوق العاده ما بهش بدیم؟ کیه که حق دارد در رأس جامعه قرار بگیرد و قانونی وضع کند که این قانون برای همه الزام آور باشد؟ کی چنین حقی داره؟ این وقت میشه مشروعیت فلسفی. اون وقت سوال اینجا پیش میاد. بله، یعنی این مقدمه است برای اینکه میگیم آقا وقتی حاکم چنین اختیاراتی دارد و لازم هست عقلا داشته باشد، حالا حکومت رو به کی باید سپرد؟ کی حق داره این اختیارات فوق العاده رو داشته باشه؟ کی حق داره همه رو ملزم کنه که این کار انجام بدید یا این کار انجام ندید؟ کی حق داره تو اموال شخصی مردم تصرف کنه؟
کی حق داره اختیار تصرف اموال عمومی را به او بدهیم؟ اینه که سوال از حق حاکمیت پدید میاد، سوال از شایستگی هایی پدید میاد که برای حاکم حق ایجاد میکنه. میگیم این حاکم چون شایستگی داره پس حقشه که حاکم بشه، مردم از اون ور موظفند اطاعت کنن، چون دروی حق و تکلیف پدید میاد. برای او حق حاکمیت قائل میشیم، اگه او حق داره پس دیگه هم تکلیف اطاعت داره. ولی وقتی سخن از مشروعیت فلسفی پیش میاد، بحث اینه اصلا مشروعیت فلسفی یعنی حق حاکمیت حاکم و لزوم فرمانبری و اطاعت پذیری مردم، این میشه مشروعیت. و اتفاقا در مقابلش بحث قصب پیش میاد، یعنی یا حاکم حاکم مشروعه، یعنی کسی است که حق داشت حکومت رو به عهده بگیرد، این حاکمی که الان حکومت رو میاد به عهده میگیره، دو حالت بیشتر نداره، یا حاکم حقه که به دلیل اون معیارهایی که ما داشتیم عقلا میشه بهش حق داد حکومت رو در اختیار بگیره، یا حاکم حق نیست، میشه چی؟ قاصب، چون اومده حق دیگر رو چکار کرده؟ غصب کرده. ولذا در فلسفه سیاسی در مقابل حاکم مشروع حاکم قاصبه، در مقابل مشروعیت بحث غصب مطرح میشه. بنابراین در فلسفه سیاست سخن از اینه که چه کسی باید حاکمیت رو عقلا در دست بگیرد یا حق دارد حاکمیت رو در دست بگیرد، سخن از اینه. به همین دلیل در مشروعیت فلسفی دیگه کارآمدی لزوماً رابطه مستقیم با مشروعیت فلسفی ندارد. چرا؟ چون ما داریم میگیم چه کسی حق دارد حکومت رو در دست بگیرد. مثلا ممکنه بگیم آقا کسی که باسوادتر از همه باشد، یا کسی که ارتباط قوی تری با خداوند داشته باشد، یا کسی که خداوند به او اجازه داده باشد. خب اگه یه ملاک عقلانی داریم میذاریم برای اینکه این آدم به دلیل این تخصص و توانمندیش حقش حاکم بشه، حالا این آدم میاد حاکم میشه، به هر دلیلی ممکنه حکومتش کارآمد به معنایی که توفیقات داشته باشه نداشته باشه، مثلا حکومتش دچار جنگ میشه، دچار تحریم میشه و عملا اون وعده‌ای که داده بوده نمیتونه عمل بکنه، عملا اون چیزایی که میخواست محقق نمیشه. شما نمیتونید بگید پس حالا که کارآمدی نداشت پس دیگه حق حاکمیت هم نداره، چون این عدم کارآمدیه به ایشون بر نمیگرده، به جای دیگه داره برمیگرده. ولذا در مشروعیت فلسفی عدم کارآمدی باعث عدم مشروعیت نمیشه، چون اینجا مشروعیت سخن سر از چیه؟ سخن سر اینه که چه کسی عقلا حق داره حاکم بشه. حالا این کسی که عقلا حق داره حاکم بشه ممکنه به دلایلی خارج از اختیار خودش اون کارآمدی لازم رو به دست نیاره، و این چیزی از به تعبیر امروزی ها میگن چیزی از شایستگیاش کم نشد. مثل بازیکن فوتبالی که خوب بازی میکنه، یا یه تیم فوتبالی که خوب بازی میکنه بنا به دلایل دیگری پیروز نمیشه، ولی زمان میگن آقا بازیشو انصافا خوب انجام داد، ولی مثلا ناداوری شد موفق نشد، ولی زمان میگن چیزی از شایستگیاش کم نشد، نمیتونی تقبیحش کنی. بنابراین در مشروعیت فلسفی کارآمدی با مشروعیت نسبت مستقیم نداره، ممکنه یه حاکمی حاکم کاملا حقی باشد ولی در عمل بنا به دلیلی کارآمدی به دست نیاره. عکسش هم ممکنه، ممکنه یک حاکمی از طریق حق به حکومت نرسد ولی توفیقات عملی حکومتی داشته باشه. اما در مشروعیت جامعه شناختی گفتیم رابطه مستقیمه. چرا؟ چون گفتیم مشروعیت جامعه شناختی یعنی مردم از چه حاکمی اطاعت میکنند و قبولش دارند. شما وقتی وارد جامعه میشین، مردم کار در عمل ها، مردم وقتی میبینن حکومت موفقه و کار آمده میگن خب خوبه دیگه، قبولش دارن، حمایتش میکنن، و وقتی حکومت موفق نیست حمایتش نمیکنن. حالا اونجا اگه تحلیل بشه براشون که این حکومت ناموفق
حکومت حقی بوده، ممکنه بازم پشت سرش وایسن. اما اگه تحلیل با نگاه فلسفی بحث حقانیت رو مطرح نکنی، همینقدر که کارآمدیش اومد پایین، مقبولیتش هم میاد پایین. شما در مشروع جامعه شناختی داریم از مقبولیت صحبت میکنیم، نه از حقانیت. روشنه؟ در بحث جامعه شناختی داریم از مقبولیت صحبت میکنیم، کارآمدی و عدم کارآمدی مقبولیت رو بالا پایین میکنه. اما وقتی داریم از حقانیت یک حاکم صحبت میکنیم، ملاک حقانیت اون شایستگی هاست. حالا ممکنه این آدم شایسته موفق بشه یا موفق نشود. البته آدم شایسته و کسی که حق حاکمیت داره، اگه مانع خاصی سرش پیش نیاد، قطعا باید موفق بشه. منتها عدم توفیقش لزوما دلیل بر عدم شایستگیش نیست. ولذا بین مشروط فلسفی و کارآمدی رابطه مستقیم وجود نداره. بله، خیلی اوقات حاکمان حق به توفیقات و کارآمدی میرسند، ممکنه بعضی جاها هم نرسند. نکته دیگه‌ای که وجود داره راجع به مشروعیت فلسفی اینه که مشروعیت فلسفی دیگه تشکیکی نیست. مشروعیت جامعه شناختی تشکیکی بود. گفتیم وقتی میام یه جامعه رو مطالعه میکنیم، میبینیم این حاکم امروز حاکم شد، 70% بهش رأی دادن. یک سال بعد میبینی از این 70% 20% دیگه رو قبولش نداره، ولی 50% هنوز او رو قبول دارن و از او اطاعت میکنن. پس این در حد 50% هنوز چی داره؟ مشروعیت داره، مشروعیت جامعه شناختی داره، یعنی مقبولیت داره. ممکن یه روز این مشروعیتش بیاد به 30 و اگه دیگه خیلی کم شد، دیگه میگن عملا عموم جامعه او رو قبولش ندارن، پس دیگه مشروعیت جامعه شناختی ندارد. بنابراین مشروعیت جامعه شناختی تشکیکیه. یه روز 30%، یه روز 50%، یه روز 70%. اما مشروعیت فلسفی دیگه تشکیکی نیست. شما یه ملاک عقلانی تعیین میکنی برای حاکم، حاکم یا این ملاک را دارد یا ندارد. پس یا حقش هست حاکم بشه یا حقش نیست. مثلا میگم اگر شما گفتی که شرط حاکمیت فقیه فقاهت، خب اگه کسی فقیه باشه حق حاکمیت داره، فقیه نباشه حق حاکمیت نداره. اگه گفتید حاکم باید معصوم باشه، پس یا معصوم هست و حق حاکمیت دارد یا معصوم نیست و حق حاکمیت ندارد. دیگه مثلا معصوم 50 درجه که نداریم که، معصوم 60 درجه نداریم که بخواد مشروعیتش هم چی بشه؟ تشکیکی بشه. نه دیگه، مشروعیت از نگاه فلسفی چون میخوایم ملاک عقلانی براش بدیم، یا کسی این ملاک عقلانی را دارد یا ندارد، پس یا مشروع است یا قاصب است. و کاری هم به واقعیت بیرونی ما نداریم، داریم سخن از این میگیم که حق چیه. ممکن این حق در واقع محقق بشود، ممکن این حق در واقع محقق نشود. و لذا در مشروعیت فلسفی و مشروعیت جامعه شناختی، یعنی ارتباط بین مشروعیت فلسفی و جامعه شناختی چند مدل میشه. ما گفتیم یه مشروعیت فلسفی داریم که در فلسفه سیاسی ازش بحث میکنیم، که اصطلاحاً بحث حقانیت، که چه کسی حق دارد حاکم بشود عقلاً. یه بحث هم مشروعیت جامعه شناختی داریم که اینجا سخن از اینه که مردم از چه کسی اطاعت میکنند عملاً و او رو قبولش دارند، که اصطلاحاً اینجا بیشتر چیه؟ مقبولیت، نه حقانیت. ولذا وقتی شما وارد حکومت ها میشید و حکومت ها رو میخواید بررسی کنید، 4 حالت ممکن اتفاق بیفته. یه حکومتی ممکنه حقانیت داشته باشد، یا یه حاکمی ممکنه حقانیت داشته باشد ولی مقبولیت نداشته باشد. یه حاکم حقی در رأس جامعه قرار گرفته و حاکم حقم هست، ولی نارضایتی مردم ازش بسیار زیاده به هر دلیل. یا حتی کسی که شأن حاکمیت دارد، حق حاکمیت دارد، ولی عملا مقبولیت عمومی قبول ندارد و اتفاقا به حکومت هم نمیرسه.
مثل امیرالمومنین علیه السلام. حق حاکمیت داشت اما عملا مقبولیت عمومی تو اون 25 سال اول نداشت. گاهی ممکنه حقانیت داشته باشه، مقبولیت هم داشته باشه، یعنی هم مشروعیت فلسفی داره هم مشروعیت جامعه شناختی داره، یعنی هم حقش حکومت بشه هم عملا مردم کمکش میکنن که حکومت بشه و ازش حمایت هم میکنند. مثل اون وقتی که مردم اومدن سراغ امیرالمومنین علیه السلام گفتن بیا حاکم شو، بعد 25 سال خانه نشینی. گاهی ممکنه حکومت حقانیت نداشته باشه اما مقبولیت داشته باشه، یعنی ممکنه حکومتی باشد مثلا معاویه حقانیت نداره ولی با فریب و کلک و به هر دلیلی مردم رو تابع خودش کرده، مردم قبولش دارن و ازش اطاعت میکنن. گاهی هم ممکنه نه حقانیت داشته باشه نه مقبولیت. مثلا فرض کنید صدام که تو این خصوصا سالهای آخر حکومتش نه حقانیت داشت نه مقبولیت. رضاخان توی سالهای آخر حکومتش اینطوری بود، نه حقانیت داشت نه کسی قبولش داشت. شما تحقیقات حتی خارجی رو ببینید در مورد رضاشاه تو این چند سال آخر حکومتش نه مذهبی ها دیگه قبولش داشتن به خاطر اقدامات ضد مذهبیش، نه حتی روشن فکرانی که خودشون تئوری پردازی کردن که رضاخان به قدرت برسه دیگه قبولش داشتن، چون به شدت داشت استبداد به خرج میداد و با خیلی از روشنفکرانی که مشاور خودش بودن برخورد کرد، خیلیشون رو کشت. ولذا اواخر حکومت رضاخان روشنفکرا هم دیگه از رضاخان راضی نبودن، حتی روشنفکران غربگیرا، توده و عامه مردم هم راضی نبودن از رضاخان. ولی اینم نکته جالبیه که شواهد تاریخی واقع تاریخی نشون میده که روزهای آخری که رضاخان رفت، وقتی رضاخان رفت مردم ریختن تو خیمون شادی کردن. اتفاقا امام به محمد رضا همین نکته رو هشدار میده. اون اوایل که داره نصیحت میکنه میگه آقای شاه من تو رو نصیحت میکنم این کارو بکن این کارو نکن، میگه یه کاری نکن مثل بابات اگه رفتی مردم بریزن تو خیابون شادی کنند. پس معلومه روزی که رضا خان رفت شاید تاریخی هم نشون میده اینو، مردم شادی کردن. حالا نمیدونم چرا امروزه بعضی اصرار دارن بگن رضا خان یه حاکم خیلی خوبی بود. اگه خیلی خوب بود چرا مردمش قبولش نداشتن؟ چرا روشنفکرها تحصیل کرده قبولش نداشتن؟ چرا علما قبولش نداشتن؟ بله اوایلی که رضاخان اومد مقبولیت جدی داشت، حتی به دلیل تظاهرات مذهبی که از خودش نشون داد علما هم احساس کردن نه آدم خوب انگار داره میاد. اما بعد که اقدامات ضد مذهبی شروع شد خب علما باش مخالفت کردن، قیام مسجد گوهرشاد شکل گرفت، اعتراضات متعدد مرحوم بافقی و مرحوم آقا نورالله اصفهانی و قیام علما شکل گرفت. روشنفکرانی که خودشون میگفتن نجات دهنده کشور امروز رضاخان و استبداد منور است و خیلی هاشون مشاور رضاخان بودن یا به دست رضاخان کشته شدند، خیلی هاشون مثل تیمورتاش مثل علی اکبر خان داور و یا تبعید شدند و باشون مورد بیمهری رضاشاه قرار گرفتن مثل خود دکتر مصدق. و آخرهای حکومت رضاخان هیچ که ازش راضی نبود، نه توده های مردم نه روشنفکران نه قشرهای مذهبی و عالمان مذهبی. بنابراین نه حقانیت هم که نداشت، با کودتا آمده بود سر کار، نه حقانیت داشت نه مقبولیت جامعه شناختی و عمومی داشت. ولذا از نگاه مشروعیت وقتی بخوایم با نگاه فلسفی و جامعه شناختی نگاه بکنیم، گاهی به اصطلاح کسی مشروعیت فلسفی دارد جامعه شناختی ندارد، فلسفی دارد جامعه شناختی هم دارد، نه فلسفی دارد نه جامعه شناختی دارد، فلسفی ندارد جامعه شناختی دارد. اینا اتفاقاتی ممکنه بیفته در مقام خارج. ببین اگه بگی دیکتاتوری مردم جرأت نمی‌کنند، این مقبولیت نیست. این اصلا از ترس مردم قبول نمی‌کنن. یعنی اعتراض نمی‌کنه. باشه. نه اینو لزوماً بهش قبول نمیگن. ما قبول رو داریم زمانی میگیم که مردم واقعا قبولش دارند. باز عرض کردم صدام الزام می‌کرد، کسی هم جرأت نمی‌کرد مقابلش وایسته، ولی راضی هم نبودن. خودش یعنی مردم هم معتقد نبودن باید ازش اطاعت کنن. اما ممکنه یه حاکم دیکتاتوری بیاد، اتفاقا به دلیل همون دیکتاتور بودنش یه نظمی رو ایجاد بکنه، مردم خوششون هم بیاد و توفیقات عملی هم داشته باشه، یعنی الان اقتصادی وضع جامعه بهتر بشه، امنیت بیاد، فلان بیاد،
بعد مردم میگن خب خوبم هست. در حالی که این حاکم مثلا میگم اگه ملاک مشروعیت رأی مردم باشه، رأی مردم رو نداره. اگه ملاک مشروعیت الهی بودن و پشتوانه دینی داشتن باشه، اونم نداره. ولی به خاطر اینکه وضع مردم خوب شده یا حداقل در ظاهر، چون مردم تشخیص عامه مردم همیشه هم صحیح نیست دیگه. الان مثلا فرض کنید در کشور ما اگه یک رئیس جمهوری بیاد بگه آقا مثلا من ماهی 3 میلیون یارانه میدم به همتون، خب خیلی همش رأی میدن. چرا؟ چون تصور مردم اینه که این ماهی 3 میلیون به نفعشونه. اما اگه نگاه اقتصادی صحیح داشته باشن میدونن این 3 میلیون نقدینگی ماهانه تورم شدید ایجاد میکنه، اصلا به نفع نیست. در هر صورت مردم چون احساس کارآمدی میکنند، ممکنه به یه حاکم بسیار ناشایست هم رضایت بدهند. پس این اتفاق ممکنه بیفته. اما اگه حکومت دیکتاتوری است که مردم جرأت نمیکنن مقابلش بیستند، این دیگه نمیگه مقبولیت داره. با اون نگاه جامعه شناختی نمیگه مردم این جامعه این حکومت مقبوله. ولی میگن این حاکم دیکتاتوره و دیگه مشروعیت هم نداره. وقتی میگه مشروعیت نداره، بعد ببینیم منظور چیه. یه موقعی مشروعیت نداره چون الهی نیست یا چون مردم بهش رأی ندادند. یه موقعی میگه مشروعیت نداره یعنی دیگه مردم دیگه قبولش ندارند. اگه میگه مشروعیت نداره یعنی دیگه مردم قبولش ندارند، یعنی دیگه در جامعه از او کسی اطاعت نمی کند. یعنی مردم دیگه قائل به نیستن که باید دیگه از این اطاعت کرد. یعنی معتقدن که باید علیه شورش کرد. حالا جرأت میکنن شورش بکنن یا نه، اون بحث جدایی است. بستگی داره که شما وقتی داری سخن میگی منظور چی باشه دیگه. مشروعیت از جهاز فلسفی محرز است، علاوه جامعه شناسی محرز نیست. برای همین دارم میگم دو تا حیث متفاوته. بله دو تا حیث متفاوته. مثل به اصطلاح پدری که از یه حیث پدر است، از یه حیث فرزند است. از حیث پدری بهش نگاه بکنی الان باید پسرش دستشو ببوسه، از حیث پسری بهش نگاه بکنی او الان باید به دست باباشو ببوسه. خواهش میکنم. خب بله حاجی، من در مورد مشروعیت فلسفی یه سوالی که داشتم، خب معمولا یه نفر رأس که نیست. اگه مردم مثلا اون حتی مشروعیت فلسفی هم زیر سوال برن، مثلا هم تو جامعه خودمون رهبری طبق قانون اساسی یه سری وظایف مشخصی داره. خیلی از بخشای حکومت به سایر عوامل مثلا سران ثقل و اینا واگذار شده. یعنی حتی مجموعه مشروعیت فلسفی نمیتونه توی جامعه، چون یه نفر که لزوما رأس نیست، خیلی از مراکز مدیریت اینا برای قدرت‌های مختلف تو حکومت. این چطوری میشه؟ این بسته به مدل حکومت داره. یه موقع هست اصلا حاکم یک فرده، یه وقت هست حاکم اصلا یه شوراست. حالا ما سخن از شخص حاکم گاهی میکنیم، یا موقع نه سخن از این مدل نظام سیاسی میکنیم. میگیم این مدل نظام سیاسی مدل حقی است و مردم باید از این حاکمی که بر اساس این مدل اداره میکند اطاعت کنند. بنابراین وقتی بحث مشروعیت پیش میاد، مشروعیت شخص حاکم و مشروعیت حکومت و نظام سیاسی مطرح میشه که این مدل نظام سیاسی و این کسانی که با این مدل در رأس قدرت قرار میگیرند حق دارند یا حق ندارند. سخن از اینه. منتها وقتی وارد فضای خارجی حکومت میشیم، حالا میریم میبینیم آقا در این حکومت حاکمش حاکم حقی است، ولی فرماندارش خوب عمل نمیکند، وزیر اقتصادش خوب عمل نمیکند، اون یه بحث دیگه است. پس نمیشه گفت که مشروعیت فلسفی این حکومت مثلا پایینه به خاطر عملکرد عمده مثلا بعد مسئولین؟ اصلا مشروعیت فلسفی گفتیم پایینه بالا نداره. یا حاکم و حکومت حق است یا حاکم و حکومت حق نیست. ملاک شما وقتی در مشروعیت تعیین شد، مثلا میگم شما میگی ملاک مشروعیت حکومت الهی بودن حاکم است. الهی بودن یعنی چی؟ ما میگیم آقا روایات و آنچه که از دین برمی آید این است که باید فقیه عادل با کفایت حاکم بشود. وقت شما میبینید در این کشور مشکلات اقتصادی وجود دارد. اگر مشکلات اقتصادی دلالت کند بر این که این حاکم
چون کفایت اداره جامعه رو نداشت به مشکلات اقتصادی برخوردید، پس نشون میده اون شرایط حقانیت رو نداره، پس دیگه حاکم عادل نیست. ممکنه شما بگید نه، این مشکلات اقتصادی به خاطر جنگی که اتفاق افتاده، پس این تأثیری در حقانیت حاکم نمیذاره. بنابراین زیر مجموعه حکومت هر نوع عمل کردی که اون زیر مجموعه داره، اگر نقص در عمل کرد به نقص در اون شرایط حقانیت برگرده، حقانیت زیر سوال میبره. اما اگه بر نگرده زیر سوال نمیبره. مثلا عذر میخوام، شما ممکنه یه سری قوانین غیر اسلامی داره در حکومت اسلامی جاری میشه، اگر باز این اجرای قوانین غیر اسلامی دلیل بر ضعف مدیریت حاکم یا دلیل بر این باشه که چون حاکم درست فقه رو نمیشناسه این قوانین وضع شده، این باز حقانیت حاکم رو زیر سوال میبره. اما ممکنه بگی نه، هم او فقه رو درست میشناسه، هم ضعف مدیریت نداشته، یه نفوذ اینجا شکل گرفته یا یه اشتباهی رخ داده تو زیر مجموعه، یه قانون غیر اسلامی وضع شده، پس این حقانیت حکومت زیر سوال نمیبره. ما با اون شاخص مشروعیت و حقانیت میسنجیم حکومت رو، حالا چه عملکرد زیر مجموعه باشه چه عملکرد خود شخص حاکم باشه. من یه چیزی که متوجه نشدم، گفتیم که مشروط جامعه شناسی تشکیکیه، به قول شما اداره مراتب، ولی مشروط فلسفی تشکیکی نیست. چون پیشفرضمون این بود که حاکم یه نفره، خب حالا که حاکم مثلا حکومت شد یه مجموع، نمیشه مشروط فلسفی هم تشکیکی بشه؟ نه خب چون یا حکومت، ببینید، یا حکومت حکومت حق است یا حکومت طاغوت است. میگیم ملاک حاکمیت حق چیست؟ ملاک حاکمیت حق اینه که حاکم این ویژگی‌ها داشته باشد. اگر معصوم در رأس حکومت قرار گرفت میشه حکومت حق، اگر غیر معصوم بود میشه باطل. اگر در اصل غیبت فقیه عادل با کفایت در رأس حکومت قرار گرفت میشه حکومت حق، اما غیر او قرار گرفت میشه باطل. حالا زیر مجموعه رو داری میگی، مجموعه حکومت داری میگی، مجموعه حکومت چیشو داری میگی؟ عملکردشو داری میگی؟ آدماشو داری میگی؟ خب این عملکرد و آدمها اگر ناقص بودن و نادرست بودنشون دلیلی است و شاهدی است بر عدم اون ویژگی ها در حاکم، پس معلوم حاکم ناحقی است. اما این دلیل بر اون نیست، ولی اینکه اینا نقصه، ولی اینکه اینا ضعفه، ولی مشروعیت حکومت زیر سوال نمیبره. بله دیگه، باید رأس حکومت و اون ساختار کلان حکومت رو نگاه کرد که در رأس این حکومت یک فقیه عادل با کفایت قرار گرفته و ساختاری طراحی شده که احکام الهی اجرا بشود. این میشه حکومت حق. حالا ممکنه در عمل یه جاهای اجرا بشود، یه جا اجرا نشود. این اجرا شدن و اجرا نشدن اگر دلالت بکنه که ساختار حکومت اصلا، یعنی حکومت بناش معنی که اصلا احکام اسلامی اجرا نکنه، اتفاقا خود هم دلیل میشه که یا حاکمه اسلامو نمیشناسه یا حاکمه عادل نیست، پس دوباره برمیگرده به رأس. حالا میخوام ببینیم که در نگاه‌های مختلف ملاک حقانیت یک حکومت چیه، یا چه استدلال‌های عقلی شده در اینکه مردم باید عقلاً از حاکم با این ویژگی‌ها اطاعت کنند. یکی از نظریات بسیار مهم و گسترده که خیلی‌ها قبولش کردن، اصطلاحاً مشروعیت مردمی است، یا اینکه ملاک مشروعیت و حقانیت حکومت رأی مردم است، یا به تعبیر دیگه کسی حق دارد بر جامعه مسلط شود و مردم را ملزم به رعایت برخی از قواعد بکند که مردم به او چنین اختیاری رو داده باشند، که مردم به او چنین حقی رو واگذار کرده باشند. این اصطلاحاً میشه مشروط مردمی. حالا نحوه استدلال چیه؟ چگونه استدلال میکنن طرفداران مشروط مردمی؟ طرفداران مشروط مردمی این گونه استدلال میکنن، میگن حاکمیت حق ذاتی مردمه. مردم وقتی به دنیا میاند از لحاظ طبیعی این حق اونهاست که جامعهشون چجوری اداره بشه، این حق اونهاست که تو جامعه چگونه رفتار بکنن، این حق اونهاست که آزاد باشن، کاری که دلشون میخواد بتونن انجام بدهن.
پس اگر حکومتی میخواهد بیاید قوانینی وضع بکند و محدودیت هایی را ایجاد بکند، این باید از مردم اجازه بگیره، چون اصل حاکمیت بر سرنوشت حق ذاتی مردمه و اونان که باید تعیین کنن که جامعه به چه شکلی اداره شود. در سیاست که معنایش خاصش اداره کلان امور جامعه بود و حکومت اون نهاد سازمان یافته‌ای که گفتیم میاد قانون وضع میکنه، اجرا میکنه و نظارت میکنه، این حکومت که حالا میخواد یک شخصی در رأسش به اون حاکم قرار بگیره، کسی حق داره این حکومت رو در دست بگیره که مردم بهش اجازه داده باشن، چون حق مردمی که حکومت چه مدلی ارائه شود و اداره شود. اینو بگم، وقت چون اینها یک حق ذاتی برای مردم قائلند و معتقدند هیچ شخصی، هیچ موجودی، هیچ قاعده ای نمیتواند فراتر از خواست مردم عمل کند و مانع این حق ذاتی مردم بشود، حتی خدا، چون حقشونه، کسی حق نداره حق رو از مردم سلب کنه. پس اون حق مردمه، پس اونا باید تعیین کنن که چه حاکمی و چه ویژگی هایی بیاد به قدرت برسه و چگونه اداره بکنه جامعه رو. بنابراین این خلاصه بحث مشروط مردمی است. منتها در تبیین این بحث دیدگاه های مختلفی مطرح شده. یکی از بحث های به اصطلاح مشهور در این زمینه نظریه قرارداد اجتماعی است. در نظریه قرارداد اجتماعی که حالا فیلسوفان سیاسی غربی متعدد این بحث رو مطرح کردن، مثل جان لاک، مثل توماس هابز، خدمت شما عرض کنم مثل ژان ژاک روسو، که اصطلاحاً به اینا در ادبیات سیاسی میگن اصحاب قرارداد اجتماعی، هر کدوم حالا با یک بیانی اومدن این بحث رو مطرح کردن. اون چیزی که روح مطلب قرارداد اجتماعیه، حالا یا مثلا نظری که مثلا فرض کنید جان لاک داره، میگه مردم وقتی در جامعه قرار میگیرن، زندگی اجتماعی شروع میشه، به صورت طبیعی دارن با هم زندگی میکنن و تو این وضع طبیعی کسی حاکم نیست، هر کی داره کار خودشو میکنه، تعاملات اجتماعی شروع میشه، مردم با هم ارتباط برقرار میکنن، منتها آرام آرام وقتی زندگی اجتماعی داره شکل میگیره تعارضها هم شروع میشه. اما تو وضع اولیه که اصطلاحا بهش میگن وضع طبیعی، تو وضع طبیعی مردم درگیری‌هایی با هم دارند، چیزی به قول ایشون جز قانون طبیعت بر اونها حاکم نیست. قانون طبیعت هم اینه که هر کی هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده. حق طبیعی اینه که هر کی هر جور دلش میخواد شغلش انتخاب میکنه، هر کی هر جور دلش میخواد ازدواج میکنه، هر کی هر چی دلش میخواد میخوره، هر کی هر جور دلش بخواد مسکن انتخاب میکنه و اختیار میکنه. به طور طبیعی یکی میره غار رو انتخاب میکنه، یکی میاد خونه گلی میسازه، یکی میاد یه مدل دیگه میسازه. طبیعتا مردم میان زندگی میکنن و این قوانین طبیعی که مردم حاکمه، نه هیچ قانون دیگه ای و نه هیچ حاکمی. تو این وضع طبیعی به دلیل تعارضهایی که پیش میاد، مردم احساس میکنن که زندگیشون داره مختل میشه و ازا میبینن نیازمند یک نظمی هستند. برای ایجاد این نظم که زندگیشون خوب پیش بره، میان با هم دیگه به این نتیجه میرسن که با هم قرارداد ببندن که چه کار کنند، که از حق ذاتی خودشون و آزادی های ذاتی خودشون بگذرند تا بشه با هم مسالمت‌آمیز زندگی کنند. و طبق این قرارداد میان با همین قرارداد رو میبندند که یک شخصی بیاید و یک نهادی بیاید و حاکم بشود و اینها بخشی از آزادی خودشون رو به حاکم واگذار میکنند. یعنی میگه من تا حالا حق داشتم هر کدوم دلم خواست بکنم، اما حالا تو حاکمی، برای اینکه این اختلافات برداشته بشه به تو اجازه میدیم یه قوانین رو وضع کنی، ولو با این قوانینت داری آزادی های من رو بخشش رو چکار میکنی؟ محدود میکنی یا سلب میکنی، ولی من اجازه رو به شما میدم. در قالب این قرارداد مردم میان از اون حق و آزادی اولیه خودشون تا یه حدی میگذرند و با هم قرار میذارند که بیایم این کارو بکنیم که نظمی ایجاد بشه. حالا بعضی میگن این قرارداد دو مرحله است، اول قرارداد اولیه مجموعه مردم با هم دیگه، بعد قرارداد اینها با اون کسی که
حاکم می شود و به اون اختیار رو چیکار میکنن؟ واگذار میکنن. ولذا در نظریه قرارداد اجتماعی اصطلاحا میگن جامعه اول در یک وضع طبیعی قرار داره، مردم دارن طبیعی زندگیشون رو میکنن، تعارضها که پیش میاد مردم میبینن نیازمند یک مدنیتی هستن، ولذا میگن باید پس یه نهادی باید باشه، یه حکومتی باید باشه، یه قانونی باید باشه. میان با قرارداد اجتماعی میرسن به یک حاکم و یه مدل حکومتی. وقتی میگن اینجا دیگه جامعه مدنی شکل میگیره. تا حالا جامعه در وضع طبیعی بود، حالا جامعه شد جامعه مدنی. اصطلاحی که حالا تو بحث اصحاب قرارداد اجتماعی وجود داره. و نکته مهم اینه که چون مردم حق ذاتی حاکمیت به سرنوشت خودشون دارند و هیچ کسی حق ندارد این حق ذاتی رو از اینها سلب بکند، حالا که حکومت میخواد بیاد آزادی های اینا رو محدود کنه، اینا رو نسبت به اموری الزام بکنه، کسی حق دارد این قدرت را به دست بگیرد و مردم را از طریق قوانین ملزم به رعایت یه سری امور بکند که خود مردم به او چنین اجازه ای رو داده باشند. مثل این که ما در بحث‌های حقوقی خودمون هم اینو میگیم، بنده مالک این لپتاپ هستم، من حق دارم از این لپتاپ استفاده کنم و من حق دارم این لپتاپ رو بفروشم، کسی دیگه چنین حقی رو نداره. اگه کسی بخواد از این لپتاپ استفاده بکنه یا بخواد این لپتاپ ببره بفروشه، باید از من صاحب حق اجازه بگیره. ولذا اگه من وکالت دادم به شما به عنوان مالک این دستگاه، شما میتونی از طرف من بری اینو بفروشی، چون من به شما اجازه دادم. ولذا در نگاه قرارداد اجتماعی هم همچین نگاهی دارن که نه، حاکم وکیل مردمه. حاکمی که منتخب میشه وکیل مردمه، مردم به او اجازه دادهند که بیاد در امور اجتماعی اونها تصرفاتی بکنه و اینکه اون نظم ایجاد بشه و امنیت بیاد. و چرا او حق دارد؟ چون مردمی که صاحب حق هستند به او چنین اجازه ای دادند. چون اول ثابت میکنه و پیش فرض میگیره، ثابت هم نمیکنن، پیش فرض میکنن که حق ذاتی نحوه زندگی اجتماعی و آزادی های اجتماعی و تصرفات اجتماعی مال خود مردمه، پس حاکم که میخواد انتصاب کنه باید از مردم اجازه بگیره، از صاحب حق. پس کسی حق دارد حاکم بشود که رأی مردم را داشته باشد. این به اصطلاح استدلال طرفداران نظریه مشروعیت مردمی است که معتقدن حق حاکمیت از جانب مردم میاد، چون اصل این حق مال خود مردمه، حاکم باید از مردم چنین حقی رو اخذ بکنه. خب این نظریه که حالا امروزه تحت عنوان دموکراسی در حقیقت شناخته میشه در بین اصحاب اندیشه سیاسی، تحت عنوان دموکراسی یعنی حاکمیت مردم شناخته میشه. خب ظاهر استدلال استدلال متقنی است که چون حق حاکمیت برای مردمه، پس حکومت و حاکمان هم باید از صاحب حق اجازه بگیرن. پس کسی حق حاکمیت داره که مردم به او رأی داده باشن و به او اجازه داده باشن و به او وکالت داده باشن. این دیدگاه از جهاتی دچار مشکله. منتها دو نوع میشه گفت بهش مشکل، بهش نقد وارد کرد و از دو جهت اشکال داره. ما این نظریه رو یه موقع از نگاه مبنایی خودمون بهش اشکال میکنیم که آیا با مبانی فلسفی ما میسازد یا نمیسازد؟ آیا مبنای ما در معرفت شناختی، در انسان شناختی، در هستی شناختی، در خدا شناختی، آیا مبانی خدا شناختی و هستی شناختی و معرفت شناختی ما میپذیرد چه این حرفی رو یا نه؟ چون شما اومدید پیش فرض گرفتید حق ذاتی مردم در بحث‌های آزادی‌های اجتماعی و حاکمیت. آیا مبنای انسان شناختی ما چنین حقی رو می‌پذیره یا نه؟ آیا مبنای خدا شناختی ما چنین حقی رو می‌پذیره یا نه؟ آیا بحث مبنای معرفت شناختی میشه چنین حقی به مردم قائل شد یا نه؟ یه موقع از نگاه مبنای خودمون میایم نظریه رو بررسی می‌کنیم که آیا نظریه درستی هست و قابل قبول هست یا نه. یه موقع هم کار به مبنا نداریم. یا آقا شما با همین مبنایی که میگید مردم حق ذاتی دارند، آیا با مبنای خودتون
این نظریه درسته یا درست نیست. یعنی با همین مبنایی که خودتون دارید به اصطلاح نقد درون مبنایی میکنیم، میگیم با همین مبنای خودتون آیا این استدلال درسته و این کار درستی است که حکومت رو بگیم حق حاکمیت با کسی است که منتخب مردمه یا نه، یا با همین مبنایی که بپذیریم مردم حق ذاتی دارن باز هم به این نظریه اشکالاتی وارد است. به نظر میرسه از هر دو جهت به نظریه اشکال وارده. یعنی ما وقتی از نگاه مبنایی خودمون نگاه میکنیم با این نظریه مشکل پیدا خواهیم کرد، حتی اگه مبنای اونها رو بپذیریم و همدلی بکنیم و مبنای خودشون بیایم این نظریه رو بررسی بکنیم، باز میبینیم با مبنای خودشون همچنان نظریه دچار اشکالاتی است که حالا باید تفصیلا اشکالات اصطلاحا مبنایی و بنایی رو مطرح بکنیم و نشون بدیم که کجاها لحاظ مبنایی اشکال پیدا میکنه، کجاها لحاظ بنایی اشکال پیدا میکنه. یعنی ما بنا رو بذاریم برای اینکه بپذیریم ولی باز هم میبینیم طبق مبنا هم اشکالاتی دارد. ان شاء الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.